کجا؟ وای میشه یه ذره بری اون ورتر؟ خفه شدم. وای میشه یه ذره بری اون ورتر؟ وای میشه یه ذره بری اون ورتر؟ یه کدوم اون ورتر؟ وسط خیابون برم؟ آقا خب میذاشی من خونه دایی نصرت بمونم که همین آقا فروشدار باشه هم آقلم سر نره. لازم نکرد کرد. ایوا بابا جا راست میگه دیگه، مامان گفت اگه رفتی خونه دایی تو به تو خوش گذشت اون موقع من بذارم شرم بمونیم. مامان جو مگه نگفت بله 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 مامان با پدرتونه. بی ادب. اولا اونجا همونقدر که خونه داییتونه خونه عمتونم هست. بعدشم من نمیفهمم اونجا چی داره که خونه ما نداره؟ نه واقعا چی داره؟ چی داره اونجا که ما نداریم؟ ببخشید خونه ما دقیقا چی داره؟ اونجا خوب خالی‌شویی داره؟ بله تمام وسایل مکانیزه است. بله بله پولیشه رو خوشکن لوله‌ای داره. بله قالی‌شویی با کف بی کف. بله فلچه الکترونیک خوشکن. بله شلاق زن برقی الکترونیک داره. بله و علاوه این که قالی‌شویی ما وانت هم داره. واو چه چیز مهمی. بله واو واقعی ما استخ نداریم. داریم؟ بله نداریم ولی دوش داریم. بله اونم که خرابه الان سالهاست یه جوراب پاره بس کردی بهش که آب نپاشه این برون بر خبری مرد یه درستش میگردی این همه ساله نه دیگه شما یه لگن بذار زیر همون جورابه آب و واکن برای خودت یه وان درست کن برو توش قلطتو بزن من نمیفهمم خونه داداش شما استخ داره آبش یخه سونا هست میری تو در میکشی اینجوری دستگیر میاد تو دستت میری تو اکسیژن خونت میفته زیر 80 اینا ها این آقا خودش اینا عمودی رفته افقی اومده بیرون ها بعدش هم خونه خودمون امنیت داره خونه داداش شما معلوم نیست یه تکون بخوری یکی ازت فیلم میگیره میذاره تو اینترنت من که نیازی به استخ ندارم موقعاتی که میرم همون زیر پوشت کابیمو در میارم میکنم تو اون سوراخ همون بعدا آبم که شور میریزه همونجوری مثل سخ میشه دیگه توی سخ همینجیمون شنا میکنی همونجوری هم توی همون شنا میکنم آره فرد بله یعنی عرق گیرشی در میاره میچپونه تو سوراخ راه
بله بچه هست شما میتونی مثل خونه خانداداشم وسط حیات یه استخ درست کنی که بچه ها برن توش بازی کنن، یا اینکه بذاری بچه ها توی خونه خانداداشم برن تو استخ بازی کنن. آفرین. من دیگه نمیخوام این بحث رو ادامه بدم، یک کلمه نمیخوام بشنوم. سکوت. بله من 10 برابر این مقدار جریمه که شما میگید و باید اون بدهی دادم. نه باید کنون اما هوا بابا بذار من بسش. اوی بابا نمیذاره که آروم باش. ای بابا بیا امن این درو نمیخوام ببندم. چرا اینجوری؟ درو حوز باشه. چقدر بد اخلاقی تو. ماشینو میخوام ببرم بیرون. چیزی جا نذارینا. پیاده شدین چیزی جا نذارین، ماشینو میخوام بذارم بیرون. چرا همین ماشین اخری جاش زیادیه تو اینجا باشه؟ بله. فیروز جان، بذار ماشین همینجا باشه. یه دقیقه بیا تو. یا آبی به دست و صورتت بزن. نمیخوام. نمیخوام بیام تو. من نمیام تو. آبم به دست و صورتم نمیزنم، به اندازه کافی همه جام آب خورده. اگه من امروز به حرفت گوش نمیکردم نمیومدم خونه خانداداشت، هیچ کدوم این اتفاقو نمیافتاد. اما کو گوشه چنوا، هی اصرار اصرار اصرار، منو گذاشتی تو آمپاس اومدم اینجوری شد. فیروز جان الان از دست خانداداشم عصبانی هستی، هی داری خاطراتتو مرور میکنی، عصبی تر میشی. بیا تو، نمیخواد خاطراتتو مرور کنی. برو یه دفتر خودکار بیار. چشم. الان هم دفتر خودکار نیست. نیست. برو یه دفتر خودکار بیار. من دفترم از این نخیاس برگه بکنم خراب میشه. نخیه ها. من که دفتر خودکار ندارم. تو برو یه دفتر خودکار بیار. فیروز من الان نفس منو سر جاش نمیذارم. دفتر خودکار میخوای چیکار؟ میخوام خاطراتمو مرور کنم، همینجا بنویسم، بعدم با پول خودم بدم بره زیر چاپ، مردم بخونن هر کاری من کردم برعکسش انجام بدن. من قول شرف میدم قطع به یقین هر کی برعکس من زندگی کنه 100% تضمینی خوشبخت میشه. ای بابا بس دیگه، یه دقیقه بیا تو. دارم دارم میخوام دو کلمه با پدرتون خصوصی حرف بزنم. بگم شنیدین بچه ها برن خانواده خان صحبت کنن. مامان آخه میگن خانواده جامعه کوچکی است که باید حرفایشان را رو در رو به هم بزنند تا با هم دیگه به تصمیمی واحد برسن. مادرم رنگ نگاهش آسمون، صورتش مثل فرشته مهربون. نمیخواد بخونی، نمیرین دیگه. خیلی خوب، من میرم، شما با من میای. در چرا چهار تا با گذاشتی؟ ببند. گفتی اخرایی باید بیرون باشه. نبند. ببند. دهنو نمیگم، درو میگم. ماشینو بعد خاموش کن. ببند بابا. دهنو میگم نه درو. خوابی میخوام سنگو با تو با بکنم. با من؟ بله با شما. برای چی من چی کردم؟ برای که آبروی من بوده. حالا الان نمیخوام تو بچه ها حرف بزنم. سلام. خوبی افت خانم. آقا هوشنگ یه دقیقه میای بیرون، یه کاری دارم. بیرون واسه چی؟ من گیج خوابم، زبان میبره خودم رو پیدا کنم. اگه میشه همینجا بگید. من با شما کاری ندارم، با اتاق کار دارم. اتاق واسه چی؟ چه اتفاقی افتاده؟ آقا هوشنگ میای کنار یا خودم بیارم از کنار؟ آقا اون تو تاریکه، الان میخوری زوید ها، اون لامپ خرابه. آقا فیروز چراغ روشن کن. بله چشم. آقا فیروز. وای فتح شدم.
خدایا حلال مشکلاتی تمام گراه رو باز میکنی این یه دونه هم روش قرب برا به دادم بره. یه نفر بودم چقدر ظرف گذیب کرده. حالا میخوای بگی اون ضعف و ظروف از من جذابتره که حواست پرت اوناست؟ عفت جان من تمام هوش و حواس و احساسم الان معطوف به شماست. بفرمایین تا کی میخوای لجبازی کنی؟ بابا این مهمونی رو از دماغ من و بچه ها و آبجی و داداشت در آوردی. حالا خانداداش من به کنار. من از دماغتون در آوردم؟ بله. عفت جان من اگه اون لباس رو پوشیدم، اگه دوتا قیر دادم، برای این بود که شما به هم بخندین، نه اینکه اون بذاره تو گوشیش همه به هم بخندن. فیروز، به فرض محال که حرف تو درست، به فرض که چند نفرم تو رو دیدن و خندیدن، بعد مردم رو خندوندی؟ فیروز، تو همیشه میگفتی دلم میخواد یک کاری بکنم که مردم بخندن و شاد باشن، حالا اون چند نفر تو رو دیدن و خوشحال شدن و خندیدن. عفت داری مغلطه میکنی که خانداداش تو از هر گونه خط و خطایی مبرا کنی. آقا بخندن، اصلا همه بخندن، نه به حرکات موزون و نابوزون من. عفت تو که میدونی من اصلا بدم میاد تو جمع غیر بدم. عروسیمون یادت نیست؟ منو گذاشتین تو آمپاس مکرر این چرخیاتی، اما من با نشدم بیام بسد. اما خانداداش شما از اول مجلس تا آخر مجلس این ژله اون بسد میلرزه. اه آره نداره دیگه، همینه دیگه. افت من اون لباس رو پوشیدم، یه دوتا قیر دادم، بعد دیدم بچه هم اونجان سر میز، خب نمیخوام رومون تو روی هم باز بشه، خب قدش کردم. اما افت میدونی که من برای که حال تو رو خوب کنم تا جایی که جون در بدن داشتم ادامه میدونم. راست میگی. حالا یعنی با کمی اغراق بله من حالم بده، بچه هم که نیستم. خب من حالتو خوب میکنم، حالتو خوب میکنم. رام دارم رام 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 دارم 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 چرا نگفتی همه آدم تو اتاقه؟ ها؟ ها زهرمار جواب بده. عفت خانم از شما وعیده، وگه شما طبق روال رسول از من سوال کردید که من رو اصول و طبق روال به شما جواب بدم. من الان طبق روال و رو اصول دارم ازت میپرسم. اینا کی بودن اینجا استتار کرده بودن؟ اگه طبق روال بخوام بگم اینا فاویلای زلب بودن دیگه. تو کی گفتی باهاشون در ارتباط نیستی؟ ما یه سکه بهشون میگی خلاص. بله الانم میگم، ولی متاسفانه این بار نتونسته بودم اون یه ربع سکه مهریه رو بدم، به خاطر همین اومده بودن خیلی شیک و مجلسی تهدید کنن. خب چرا رفتن؟ تهدید کردن رفتن دیگه، دقیقا طبق روال رو اصول. آقا یادتونه یه پولی به من داده بودید بابت عیدی، یه چیزی هم گذاشتم روش دادم بهشون، این با خلاص شدم. تو که گفتی دوتا سکه نمیتونم بدم، اونا کردن یه سکه. بله. بعد گفتی یه سکه نمیتونم بدم، اونا کردن نیم سکه. بله. بعد گفتی نیم سکه نمیتونم بدم، اونا کردن ربع سکه. ربع سکه هم نمیتونی بدی؟ آقا بعد درسته که دارم یه ربع سکه میدم، ولی قیمتش از اون موقعی که یه سکه تمام میدادم خیلی بیشتره. گود نایت، شب بخیر، سی یو بی بیدم تو، برقرار باشید عزیز. راست میگه. یعنی فیروز فکر کن یه ربع سکه قیمتش از یه سکه اون موقع بیشتره. تو برو تو برو تو برو تو برو من بدونم چیه. سلام
شبکه. آقا پروتکل اون چه ماسک آشوداشیه زدی؟ چیه؟ کشش پاره شده. من باباییم، سرایدار خوابگاه پشتی. بله سلام آقای بابایی، میشناسمتون جانم، در خدمتم. ببخشید دیر وقت مزاحم شدم. خواهش میکنم. جریان اینه که شما یه فرش داری به ما قرض بدی. بابایی ما فرشی کثیف و لول میاریم، میشوریم، لولم تحویل میدیم. یه قرضی که مگه ویدیو کلوبه آخه؟ نه. جریان اینه که این معاون اداره شهرستان گرگان که ساکن گرگانه از گرگان میخواد بیاد تهران. وقتی ساکن گرگانه از گرگان میاد دیگه، چه اینجوری میگی؟ نه جریان داره، شما خبر نداری. یه لحظه تشریف بیارین نمیدن. یه لحظه. جانم آقای بابایی برو عقب عزیز من. اون چیه آخه مثل پرچم آویزون کردی؟ ما رو مسخره کردی؟ نه آقا این کشش شده. میگم که من نمیدونم این معاونه جریانش با رئیس اداره چیه، فقط میدونم که یه مشکل داره، نمیخواد بره خانه معلم. شاید. از گرگان داره میاد خوابگاه. چه جالب. به خاطر همین جریان، برای که آبروداری کنم، ما یه فرشی داشتیم، اینو شستیمش، خوش کردم، پهنش کردم، این جریان یه جورایی براش انداختم. خب چاه زد بالا، برای ما جریان درست کرد. الان فرشه کثیف شده، تا بخوام برم بشورم خوش بشه برای من داستان میشه. به مدیریت گفتم جریان چیشه، ایشون احتمال دادن که تداخل چاه خوابگاه با چاه شما سبب این جریان شده. آقا الان شما فرش شستی، چاه زده بالا، مشکل از چاه بیچاره مایه؟ آقا جان به مدیریت سلام برسون، بگو فیروز مشتاق، مدیریت قالیشویی مشتاق، با کمتر از نیم قرن تجربه و عقب سلام رسون، گفت لغز نکنین، مشکل از چای بیچاره ما نیست، جریان یه چیز دیگه است. شب بخیر آقا. یه لحظه آقا پروتکل. آقا چشم. کرونا میدونی چیه؟ بله نه. میدونی کرونا چیه؟ بله. آقا من که تو چاه جریان ندارم که بدونم اصل این جریان چیه. چه نمیخوامم گناه کسی رو بشم. آقا اتفاقا این جریان برای این چا قبلا هم اتفاق افتاده، چند سال پیش، ولی اون موقع اینجا که شما میشستی مدرسه بود، ولی الان هیچ مشکلی نداره. آقا شب بخیر. آقا یه لحظه. آقا برو عقب. چش عزیز من که تو چاه جریان ندادم که بدونم اصل این جریان چیه که گناهی کسی هم نمیخوام بشورم. من میگم که شما یه فرش اضافی داری که خارج از جریان زندگیت باشه، یه مدت به من قرض بدی، من این جریان کلن براش بنزم بره. بذار من حالا فردا خبرشو بهت میدم. یعنی من منتظر این جریان باشم؟ آقا من جریانش را میدازم دیگه، من شما رو حتما در جریان میذارم. ممنون. شب بخیر. شب بخیر. خدا نگهدار. باید خبر میرم. شب بخیر. کجا میری بابا؟ برم بالا بخوابم دیگه. همجوی علکی بدون بوس بیرونه. ببین پسرم، اگه من امروز چیزی گفتم، حرفی زدم یا به قول مادرتون کاری کردم از دماغتون در آوردم، ببخشید. شب بخیر. شب بخیر بابا. جانم میگم یه سوال مردونه بپرسم. بپرس بابا. شما از دایی بدت میاد؟ نه برای چی بد بدم میاد؟ خب آخه همش با هم جر و بحث میکنی. بسر من اصلا دایی نباشه حوصله‌ام سر میره. تو خیال کن ترافیک نباشه، گرونی نباشه، بنزین سهمیه بندی نباشه، ترس از زلزله نباشه، آلودگی نباشه، اختلاس نباشه، کرونا نباشه، مازوت نباشه، برق قطع نشه، این دیگه زندگی نیست پسرم، لوس بازیه. الان دایی کدوم یکی از ایناست؟ از هر کدوم یه بخشایی داره. آلودگی، اختلاس، زلزله، کرونا هم که دیدی سراغ همه رفت الا دایید. ولی با همه اینا دلیل نمیشه من دایی تو دوست نداشته باشم. ببین پسرم، زندگی باید یه بخش سختم داشته باشه که آدم مرد بار بیاد. اینو عقبه ذهنت داشته باشه. آها یعنی دایی بخش سخت زندگیمونه. حالا سختم نباشه، قطع به یقین نرمم نیست. قربونت برم. شب بخیر.
شب بخیر. چرا؟ من نونتون میخوام انرژی رو تخلیه کنم، بعد موقعی که رفتم بخوابم مثل این سنگ قشنگ میرم بخوابم. تا ما رو سنگ نکنی نمیخوابی. بی برو بگی بخواب. کی بود؟ سرایدار خوابگاه پوشی. چی کار داشت؟ یه فرش امانی میخواست. من گفتم با خانومم مشورت کنم هر چی افت بگه. حالا اگه موافقی من یه دونه فرشای نصرت رو بدم بهش. خب شاید خانده بخواد خودش. خوش پسش میدیم مصرفی که نیست به هر چی دیگه. برو دیگه، برو دیگه شیطون. آه. بابا این یه معادله چهار مسئولیه که تو سکوت مطلق هم به جواب نمیرسه. چرا سر تو این سر صدا و شلوغی خوب اشتباه میشه دیگه. حالا چی شده؟ شب بخیر. نازنین داداش میگه این یه جوری حساب کتاب کن که پول قبض آب و برق و گاز و تلفن رو بدیم، عرو تتمش مبلغی از 6 میلیون خانگو مسایی هم بدیم. بابا من نگاه کردم ببین خودش تتمس، عرو هیچی که نمیشه، هم پول آب و برق و گاز و تلفن رو بدیم، هم بخشی از حساب خام کرد نمیشه. بابا تو چرا وارد بازی کثیف این میشی؟ پول خانم گماستایی به من چه ربطی داره؟ من چرا قرمز رد کردم؟ چشمم کور، دندم نم، جریمه‌شو میدم. من پولم کجا بود؟ فیروز جان مگه فردا پس فردا پول فرشای معصومه خانمو نمیگیری؟ چرا، این خودشم بود، قراره بیان رسید و بیارم پولو بدم فرشا رو ببرم. خیلی خوب آه. پس پول فرشا رو گرفتی. شب دیگه شب بخیر. برانم حله، مهم اینه که خدا رو شکر کم نمیاریم. مهم اینه که خدا رو شکر به کسی بدهکار نیستی. بله حواسم هست. مهم اینه که شوینده خریدیم، خدا رو شکر پس مشکل کاری هم نداریم. بله میدونم، خدا رو شکر حقوق کارگرها و عیدی عقب افتاده شون هم دادیم، پس دیگه اونا مشکلی ندارن. پول معصوم خانم هم که بگیریم، خدا رو شکر مشکل خودمون هم حله. از این آمپاس موقت جستیم. شب بخیر. کشتی ما رو. پول بی‌نیازم گذاشتیم کنار که دیگه اصلا مشکلی نیست. دیدی زن داداش مشکل همه مشکل روز مشکل نیست. بابا ولش کن، من عادت دارم. بله عادت داره به اینکه من جلوی دیگران خورد شم. پول مردم رو ندارم. برو بیرون حوصله صدا تو ندارم. حالا اگه به تریچ قبای خانداداشتون بر نمیخوره یه زنگ بزن بگم پول بی‌نیاز رو کارت به کارت کن. میترسه خرج کنه؟ خب فردا بهش میگم. حالا تو خیال کن من میترسم. من میخوام قبل از خواب اون دینگ دینگ پیامک که این پول قشنگ نشسته تو حسابم و بشنوم و تخت بخوابم. بده؟ خدا رو شکر خانداداش هم احتیاجی به این پولا نداره. خدا رو شکر. همون خونه که تو زندگی میکنه ماهی 10 میلیون کرایشه. با پول آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت پرسرعت میشه ماهی 13 میلیون. یعنی ماهی 13 میلیون خرج سقف بالای سرشه. اون وقت لنگ اون 20 میلیون بی‌نیازه که بیاد خرجش بکنه. خدا رو شکر. بعدش هم خانداداش هم اینجا خرجی نداره. میره اونور آب تو استانبول خریدشو میکنه. ماشالله، هزار ماشالله. گوش شیطون که ماشالله یک ام فالوور داره. ماشالله. اسباب اساسیش هم دست ما امانته. خب؟ مگه من بهش گفتم اسباب اساسیشو دست ما امانت بذاره؟ نه من بهش گفتم. بعدش هم مگه اون بهت گفته که بیاد 20 میلیون بهش بده؟ تو داشتی از تهران میرفتی بیرون، به افروز برگشتی گفتی این پول بده خانداداش من که بعدا بده به بی‌نیاز. عفت جان بهش بگو بیاد این وسایلشو برداره ببره. من قشنگ درکش میکنم. این بخشی از اتاق بهروز هم به تصرف عدوانی خودش درآورده. بنده خدا و بیاد جمع کنه ببره دیگه. بعدم خیلی ازش تشکر کن. بهش بگو واقعا من متشکرم، دست و پا رو میبوسم بخاطر اینکه پول بی‌نیاز یعنی گردشتی داره زنگ میخوره. خب فردا بهش میگم. دیگه بسه، الان دیگه بریزه به حساب صحبت کن. الو سلام خانداداش، قربونتون برم. ببخشید من مزاحمتون شدم این وقت شب. ببخشید خانداداش، قربونتون برم. نه من برای این تماس گرفتم خانم موسایی که یه موقع هم بر بی‌ادبی نشه که مثلا فکر کنیم من گوشی رو قطع کردم. نه این گوشی شارژش رفت پوشی قطع شد. من تماس گرفتم که شما فکر نکنید من بی‌ادبم. از این جهت تماس گرفتم. آقای مشتاق من هم موقعی که شما قطع کردیم براتون پیام فرستادم. عرض کردم شارژ گوشی رفت. الانم که دیگه ترافیکه، هنوز پیامک نرسیده به من متاسفانه.
آقای مشتاق، من نمیدونم شما چرا همیشه ساعت ترافیکو اشتباه میگیرید. از این لحاظ میگم که این وقت شب چه ترافیکی دقیقاً؟ نه من خوام گفتم جهت گفتم که چون این ساعت کسایی که بهم علاقه دارن میشینن با خیال راحت تو هم گفتگو میکنن، صحبت میکنن، من از اون جهت گفتم. من از اون لحاظ نگفتم، از این لحاظ میگم که الان ادارات و شرکت‌ها همه تعطیله، برای همین ترافیک خطی نداریم. کاری ندارین؟ خوام گماسایی من تا این پیامک آبی شماره کارت شما نرسه من خوابم نمیبره. شما قطع کنین، من همین الان براتون پیامک میفرستم. کاری ندارین؟ برای اینکه من خیال شما رو راحت بکنم خانم حسین، من تلفن رو قطع میکنم. این پیامک آبی شماره کارت شما که من رسید، من مجددا به شما زنگ میزنم یا این پیامک رسید که خیال شما راحت شه. باور کنین آقای مشتاق، من خیالم راحته. اصلا من از اون دسته آدمایی نیستم که وقتی پیامک میدن بعدش وایس میذارن که ما پیامک گذاشتیم، بعدش یه زنگ میزنن که من وایس گذاشتم که پیامکم رسیده یا نه. منم خانم، منم خانم گفتم منم. بله بله، حالا که میخواین از دل فیروز در بیارین، چشم، ما حتما میایم اونجا. بله چشم چشم چشم، میبینمتون، خداحافظ. گفتی میایم که منو بذاری تو آمپاس که بیام؟ من نمیام. فیروز جان، مگه خودت نگفتی حالا که سقف تراکنشش پر شده و فردا هم جا به جایی داره پوزو ببریم دم در خونه داداشت که کارت بکشه؟ بله خودم گفتم. خب پوز که پانه میشه خودش انر انر بره دم در خونه داداشم بگه کارتتون رو میایم به من بکشین، بعدش هم به جای اینکه یه لنگ پا بریم اونجا وایسیم، خب یه تا که پا میایم تو. ها نه، بهتر یه لنگ پا اونجا وایسیم، چون یه تا که پا بریم تو ممکنه از همون فیلم بگیره. فیروز جان، داداشم خودش میخواد غذا درست کنه، از دل در بیاره. بهش بگم فیروز میخواد کینه به دل بگیره. من همین یه داداشو دارم، تو رو خدا کدورتو بذار کنار، مرگ عفت. از این کارگره قالیشی اومد، من برم ببینم چه مشکلی داره، این مشکلش رو حل کنم. فعلا شب بخیر. با کی داشتی حرف میزدی؟ اصلا حرف نمیزدم. من شنیدم الان داشتی حرف میزدی، چی داری میگی؟ نه گربه بود، گفتم پیشته. با کو الان گربه؟ گربه که فیروز وای نمیسته، من گفتم پیشته، اونم پیشتید. گربه رو که میپیشتی دیگه مادام العمر که نمیپیشته، یکم میپیشته بعد برمیگرده. کو الان گربه چون زیاد پیش دیدم من باید جواب بدم؟ ببین برای من غیر غمیش نیا، بگو ببینم با کی داشتی حرف میزدی. فیروز تو که برای من آستین بالا نمیزنی، من خودم تصمیم گرفتم به وضعیت خودم سر سامون بدم. برای تو آستین که سرده، من جفت پاچه های شلوارم هم بالا میزنم، ولی به شرطی که من بفهمم تو عرضشو داری، عرضه شوهر شدن رو داری. زن گرفتن که علکی نیست، قلق میخواد، بعد بدونی خواستهاش چیه، انتظاراتش چیه، اصلا میدونی؟ من دارم، من عرضه شو دارم، من اصلا زن بگیرم میشم همونی که اون میخواد. خیلی من قمپوز در نکن، من 36-7 ساله سایه به سایه کنارتم، هر کاری کردم نشدی اونی که من میخوام. چطوری میخوای یه شبه بشی اونی که اون میخواد؟ میشم میشم، حالا من اثراتشو ببینم بعد. فیروز بیا تو دیگه. داریم حرف میزنی. چی میگی؟ آقا عاشق شده میخواد زن بگیره. خوبه که. چیش خوبه؟ خب همین که از یکی خوشش اومده پسندیده. این پسندیده، معلوم نیست که اونم پسندیده باشه که. چرا نپسنده؟ مگه آقا بهروز چشه؟ چش نیست، تو یه ویژگی خوب از این به من بگو ببینم. خب خب مرد خوبیه. خیلی خوب، ویژگی یه مرد خوب که با این تطابق داشته باشه رو به من بگو ببینم. خب دیگه ببین زن داشت، من به داشت فیروز گفتم من عوض میشم، من تنها نگرانیم اختلاف سنیه که ممکنه خانم گمستایی خوشش نیاد. اختلاف سنیتون زیاد نیست، بعدش هم مرد هرچی بزرگتر خب پخته تر، سرما گرما چشیده تر، بعدش هم اختلاف سنی معقول خوبه. و اتفاقا من با این حرفی که عفت زد کاملا موافقم، این امتیاز میتونه تنها ویژگیت باشه. جانی تو این دختر خیالش راحته، تو زودتر پیر میشی، زودتر میمیری، اون بدبخت هم میتونه این چند سباه آخر عمرشو در آسایش و آرامش زندگی کنه. فیروز شب بخیر.
شب بخیر. شب بخیر ایفان جان، شب بخیر. جان تونستی زودتر بخواب؟ چشم، چشم خوابش بگیره میخوابم. پس با اون چشمای قشنگت بگو من بیشتر از این اجازه ندارم بیدار بمونم، بلکه خوابش بگیره. شب بخیر. بابا من کی بزرگ میشم؟ تو الانم بزرگی دیگه، چقدر میخوای بزرگ شی؟ اونقدری که با آرزوام برسم. بزرگ میشی، به آرزوهات میرسی، بعد میبینی بچگی چقدر بهتر بود. تا زیادت میفته بچگی نکردی، میخوای جبران کنی، بعد میشه اینه او بچه. دنیای بچه خیلی باحال. ولی تا بزرگ نشی باید به خاطر همه چیز اجازه بگیری. بزرگم میشی باید اجازه بگیری. آدم بزرگا شاید بهت نگم، ولی برای یه لقمه نون باید از کس و ناکس اجازه بگیری. حالا خودت بزرگ میشی میفهمی. کی بزرگ میشم؟ وقتی من پیر شدم. اگه قرار من بزرگ شم که شما پیر شین، دلم نمیخواد هیچ وقت بزرگ شم. تو چه بخوای چه نخوای، من اگه خدا بخواد پیر میشم. اگه خدا بخواد میمونم و میبینم دخترم چه خانم باوقاری شده. پس دعا کن قسمتم بشه، دعا کن پیر شم. شب بخیر. شب بخیر. آه چی اومده؟ سلام. حالا بس بگیم آقا خدمت شما. کلت نخوری بگیم. چشم این پوز رسیدو بده، کارتو بکش، فرشا رو ببر، قال قضیه رو بکن. اگرم نه که وقتی ما رو نگیر بگو برسی بیام. چشم، فقط من یه مطلبی می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اگه اجازه بفرمایید. بفرمایید. قربونتون برم. من این طبیعیه که شما بخوای همه ورثه باشه. که فردا حرف و حدیثی برای شما نباشه. بند. طبیعی، قبول. تا اینجا کاملا حق با جناب علی. از این برم طبیعیه. خب من پسر بزرگم، تمام خرج و مخارج و بگیر و ببند و بیا و برو. اینا همه پای منه. باورتون که طبیعیه. طبیعیه. شما خودت پسر بزرگی. طبیعیه که اینا رو میفهمی، چون واقعا شما آدم با شخصیت و محترمی هستی. اینا رو متوجه میشی. بعدم فردا کسی نمیگه این خرجی اصلا کجا رفت، اصلا کی خرج کرد، اصلا یادشون میره. از این برم طبیعیه که دخترها بگن طلای مامان چی مال ماست، کمایی که معنازمون همه طلاشو برداشت. آره. بعد اینا حالا اینا رو بدش کن. بعد طبیعیه. شما ببین، من باید حداقل این فرشا رو بردارم، یه بخشی از این هزینه‌هایی که کردم جبران شه، بعد یه جورای یادگاری از مامان خدا بیامرزم باشه، این فرشا بویای مامان منو میده. الانم شما این کارتو بگیر، هر چی دلت میخواد کارت بکش. شما چی خوندی؟ طبیعی. حالا چه طبیعی چه غیر طبیعی، حرف حساب که حالید میشه. بله. ببین برادر من، من یه رسید دست مادر شما دارم. مادر مرحوم شما هم که نمیتونه چیزی با خودش ببره اون دنیا. پس این رسید یه جایی تو خونه مادر شماست. آقا یا رسید و بیار فرشا رو تحویل بگیر، یا ورثه رو ریسه کن بیان اینجا من در حضورشون تحویل بدن. آقا این حرف من کجاش غیر طبیعیه؟ غیر طبیعی آقا، غیر طبیعی. کلید کردی به رسید، فرش مامان منو گرفتی نمیدی. بیار پایین. میدی یا به زور ازت بگیرم فرش رو؟ قالیشویی مشتاق با کمتر از نیم قرن عقبه و تجربه تا حالا زیر بار حرف زور نرفته. من فرق میکنم، باور کن من وحشی ام. وایسا ببینم. اما چطور متوجه نیستی من وحشی ام؟ بیار بهت میگم. من به دست گوش کن، من وحشی ام. فرشای مامان منو میدی بیا بذارم تو صندوق، یا خود تو بذار تو صندوق. تو منو بذار تو صندوق. یکی شما باید انتخاب کنی، یا تو منو یا خرجا. بویا ما کندی پسر کوچیک ها؟
بسر موکن حالا خیر نبینین همه تون فرشای که بویای مامانم میداد بهم ندادی حالا مویای منم گرفتی کردی گفتم بیا گاز بگیر پلیس شما جناب سوانی نگاه به بنده بندازید. به شخصیت من نگاه کنید. خوب نگاه کنید. به شخصیت ایشون و به قیافه ایشون هم نگاه کنید. نگاه کنید. خب طبیعی من حالا دعوا نیستم. ولی اگه واز من بخوام دعوا کنم. واز یک خرزور لعنتی هم. یعنی خیلی طبیعیه که من اینو نفله میکنم. خب بخن. منو بخن خرزوری منو شما نیدی. ولی اینا دو نفری غیر طبیعی منو چنان کتک زد کبابم کرد. سیاهم کرد. اینا چی میگه؟ ایشون قطعه به یقین داره لغز میخونه این وسط یه قنبوزی هم در کرده. این آقا اومد یقه منو گیره پسر من اونجا بود دید اومد جلو جدا کنه ناقافل موهای ایشون رفت تو دستش همون موقع مامورین زحمت کشی نیرو انتظامی رسیدن قائل خدمه به خیر شد چی خدمه به خیر شد بکش بالا اون ماسکتو خدمه به خیر شد خدمه به خیر شد عزیز من شما فرشکه مامان من چرا گرفتی بالا کشیدی جناب صاحب بزن فهمید شما خودتون آدم محترم یکی فرش مامانتون رو بگیرید بالا بالا کشیدی بالا کشیدی جام صاحب این داره تهمت میزنه جام صاحب من کاسبم قالیشویی مشتاق با کمتر از نیم قرن تجربه 19 سال در خدمت مردم بوده من مغلطه نمی کنم جام صاحب اما با توجه به سوابقه هم میدونم عواقب بالا کشیدن فرش چیه پس قطع به یقین به قول ایشون طبیعیه که این کارو نمیکنن اتفاقا طبیعی که این کارو بکنی عزیز من بکش بالا اون ماسک تو آسفه خاموش خیلی خام نگاه من خود مغلطه کنم بس قضیه رو عوض کنه ببین از اون خالشی که من از جنابالی دیدم توش فقط باید موکت میشونن رو تقدیر لرفا اجازه بده وقتی مامان من اومد فرش مامان من تو دیدی اونجا وسوسه شدی که بالا بکشی من وسوسه شدم آره گفتی میخوام بالا بکشم من بالا بکشم گفتی عتیقه است بالا میکشم ساکت ساکت از هر کی پرسیدم اون جواب بده فرشای این آقا دست شما نه خیلی فرشای مادرشون دست منه ما بردیم تعبیر بدیم خود این آقام اونجا بود قبلش هم چند دفعه زنگ زده بودیم اما کسی پاسخگو نبود بعدم که رفتیم اونجا دیدیم مادرشون به رحمت خدا رفته خیلی جالب شد نکته همینجاست حرفشون خیلی غیر طبیعی اومده میز بایستم ازر فهمی مامان من از کجا معلوم جواب نداده اتفاقا مامان من یک اخلاق داشت یک از خصوصیاتش بود خیلی سریع جواب میده جناب سروان مادر ایشون به رحمت خدا رفته چجوری جم جواب بده غیر طبیعیه آقا اصلا اون زمان که زنده بود الان نمیتونه جواب بده اون زمان که میتونه جواب بده که بچه اینا رو ولش کن اینها سوالاتیه که پاسخ داده نشده آقا اصلا از کجا معلوم که اینا اصلا دیرتر اومدن فرشا رو تحویل بدن چرا چون مادر من کم کم فوت کنه دیگه مادر ما مرد شما راضی خدا رحمت ها خدا رحمت بچه‌ها میگه اومده اصلا خودش میگه اومده آره راست میگه اومده تو معلمه قبول برای چی اومده اومدن طبیعی کنن سر گوشی آب بدن ببینن ما از قضیه فرشا اطلاع داریم نداریم میتونن بالا بکشن جناب سروان شما خودت پلیسی طبیعیه مجرم به محل جرم برمیگرده جناب سروان اینو فیلم پلیسی زیاد میبینیم آقا من فیلم پلیسی زیاد میبینم آقا قبول ما فیلم پلیسی زیاد میبینیم اجازه بفرمایید آقا ایشون اصلا درست همین کارا رو کرد ما میگیم وسوسه شده تموم شد رفت حالا که اومده میگه فشار بده ایشون چی میگه این در آورده که نابود رسید بدی چیز مسخره تازه فشارم ندادن کتکم هم زدن مویای دو مسبیبم کندن فهمیدید برای چی برای چی برای مال دنیا برای چیز بی ارزش و حالا که به اینجا رسید از همین الان بنده اعلام میکنم خیلی طبیعیه به خاطر کتکی که خوردم و به خاطر مویای دو مصفی ما که کندی بنده رضایت نمیدم نده آقا بهروز مطمئنی آوردنش اینجا بهروز اینا معمولا جواب کسی رو نمیدم ولی وقتی با من برخورد کردن حس کردن من منطقیم نرم اشاره کردن که میارن اینجا کجا؟ میخوام برم تو بی خود میخوای بری تو برای چی میخوای بری تو برای چی میخوای بری تو بهت گفتم بمون پیش پریا و پارسا تو خونه سر تو انداختی اومدی اینجا الان میمونی تو ماشین میشینی تو ما برگرد آه نه یادم بمونم تو ماشینا من میخوام بیام تو برای چی میخوای بری تو یه لحظه زندوش عصبی نشو اجازه بدین عمو جان شما برای چی میخوای بری تو
الان عمود میره تو خیلی منطقی باشون صحبت میکنه، اونا میبینن عمود منطقیه، خیلی نرم باباتو میکنم از تو میارم بیرون. اونجا شما اصلا اونجا بودی؟ اصلا میدونی چی شده؟ من دیدم چی زدی که خورده. من میرم. کجا؟ بمون تو ماشین تو ما برگردی. دارم بچه تو بلوغی رفتار زن داده شایسته نیست. دارم دم دم دارم پروتکل بزن. پروتکل بزن. اصلا نباشید. حال شما خوبه؟ خسته. من بهروز مشتاقم، برادرم پیروز مشتاق آوردن اینجا. اومدیم اینجا. داخل. داخل ما هستیم. بفرمایید. چی خبر تو دیگه؟ شاکی هستی یا متشاکی؟ شوهرم زده. یعنی نزده، یعنی خورده. زنده اجازه بدین زنده داشت. این مشتاق هیچ وقت نمیخوره. یا میزنه یا جا خالی میده. زده در نظر بگیرید. شما زده در نظر. مهمه که ما می‌خوایم تو. یکیتون گوشی رو تحویل بدین. تشریف ببرین قسمت افسانه نگه بود. بسیار خوب. بسیار خوب. من میرم. نه دیگه من میرم. من برادرش هم اجازه بدین من میرم. چی شد؟ شما آبروم رفت. نه الان دقیقاً زن داشت. برای چی شما آبرود رفت؟ بابا خانداداشم با اون همه چپچبه و دبدبه، با اون همه رفت آمد، با اون همه برو بیا، با یه انفالوه بهش چی بگم؟ بگم شوهرم آوردن کلانتری، اومدم درش بیارم. اجازه بده. میشه خواهش کنم هیچ چیزی به خانداداشت نگی که خدای نکرد یه موقع اون یک امش ریزش پیدا نکنه؟ مگه دیوانم آقا بهروز؟ خب جواب نده دیگه، یه موقع دهنت میپره. نمیشه. ممکنه پریه چیزی بهش گفته باشه. نه بابا بچم چیزی نمیگه. جانم خانداداش. بله. چشم. یه شیشه نوشابه خانواده بزرگ چشم. میگیریم با خودمون میاریم. سلام. من پوریا مشتاقم، اومدم به عنوان شاهد اعتراف کنم. یه نفر رو من زدم، بابام گردن گرفته. گفتی اسم چیه؟ پوریا مشتاق.